اپل توی مراسمی که من کرونا داشتم و نبودم حضورتون لایوشو برگزار بکنم آیفون SE 2022 رو معرفی کرد که از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با 2020 نداره و هیچ تفاوتی با آیفون 8 نداره و فقط تفاوتش با آیفون 7 اینه که پشت شیشه ای نیست، تفاوتش با آیفون 6S اینه که دکمه هومش فیزیکی نیست، تفاوتش با آیفون 6 هم اینه که بین آیفون 6S. ولی اصلا چرا آیفون SE 2022 معرفی شد؟ سلام، من کوروشم و به یک دیجیتک دیگه خوش اومدید. تو این دیجیتک فقط میخوام اپل رو بکوبم، یعنی از من بعیده ولی واقعا عجیبه، چرا که اپل اومد یک گوشی با طراحی سال 2014 و با سخت افزار سال 2021 معرفی کرد. اصلا به درد کی میخوره؟ چرا این کارو کرد و چرا نباید این کارو میکرد؟ یه ذره عجیب غریب این حرکت. ولی همین اول بسم الله هم به شما عرض کنم که این گوشی برای مخاطبین یا کار برای سینه چاک اپل نیست اصلا، یعنی اپل چند برای شما نیست، یعنی برای شما نیست. حالا چرا برای شما هست چرا برای شما نیست جلوتر میگم، اما اصلا بگیم که اپل چند تا دلیل داشته واسه اینکه این گوشی رو معرفی بکنه. اولین دلیلش و مهمترین دلیلش اینه که اپل عموما گوشی پرچم دار تولید میکنه، یعنی دیگه ارزون ترین گوشی میشه آیفون 13 مینی که 730 دلار برای مثلا 128 گیگابایتشه که خب گرونه طبیعتا، تو ایران هم باز هزینه زیاده. حالا فکر نکنید مثلا با خودتون میگین که یه آمریکایی اگه 8 ساعت تو مکدونالد کار بکنه ساعتی 15 دلار میگیره، میشه مثلا 115 دلار، 10 روز کار بکنه مثلا میشه اینقدر میره میخره، بازم داستان داریم، به هر حال هزینه زندگی اونجا زیاده. ولی 730 دلار برای خیلی‌ها گوشی زیادیه و خیلی‌ها نمیرن اینقدر پول بدن که وارد اکوسیستم اپل بشن. واسه همین اپل اومد گفتش که اوکی، من برای شما یه گوشی قدرتمند که از 5G هم پشتیبانی میکنه آماده میکنم. ولی خب قیافش قدیمیه دیگه، یه سری چیپ و یه سری خط تولید اضافه داریم تو کارخونه، حالا این چیپ A13 رو برمیدارم A15 جاش میذارم اون تو، میدم به شما چقدر؟ 430 دلار. از چه جهت خوبه؟ از این جهت که شما مثلا یه خانواده آمریکایی رو تصور بکنید که یه بچه کوچولو دارن، کوچولو که مثلا 13 ساله، نمیخوان واسه یه آیفون مثلا 13 بخرن 830 دلار، نمیخوان یه آیفون 13 مینی بخرن 730 دلار، میخوان یه همشون هم آیفون دارن، همشون هم از آی مسیج استفاده میکنن، اون داستان قفل شدن تو اکوسیستم هم در نظر بگیرید طبیعتا، میخوان واسه بچه‌شون یه گوشی بخرن که 5G باشه، سرعتش خوب باشه، سخت افزارش بروز بشه، تا مدت طولانی آپدیت بگیره و خب اپل باشه طبیعتا. یه گزینه داریم آیپاد تاچ که چون ارتباط سلولار یا سیم کارت نمیخوره رو بزنین کنار، اونور یه دونه آیفون اس ای میمونه. آیفون اس ای قدیمی استاد داره اینجا حاضر به عنوان شاهد عینی، مشکل داره فراوان، مهمترینش باتریشه. آیفون اس ای جدید اومده با چیپست بهینه تر و باتری یه ذره قوی تر، این قضیه رو تا حدودی پوشش داده و شما یه روز دیگه میتونی روی این گوشی حساب بکنی. از اون طرف ارزونه، از اون طرف سخت افزارش به روزه، در نتیجه 5 6 سال حداقل آپدیت دریافت میکنه. چرا میگم 5 6 سال؟ چون اس ای نسل 1 که سال 2016 معرفی شد هنوز داره آپدیت میشه، شما خودتون حساب بکنید. و طبیعتا تو اکوسیستم اپل و ارزون ترین راه برای ورود به اکوسیستم اپل حساب میشه با 430 دلار. این یکی از دلایلش بود. دلیل بعدی اینه که اپل برای رقابت با رقبای اندرویدی خودش توی رده میان رده و گوشی‌های اقتصادی هیچ گزینه‌ای نداشت جز گوشی‌های نسل قبلی. البته این نقد بهش وارده که شما اگر مثلا 100 دلار بذاری روی این 430 دلار میتونی آیفون 11 بخری یا میتونی آیفون 12 بخری، باز بازی یه ذره بیشتر که هم قیافه بروزتری داره هم حالا سخت افزارش باز یه نسل قوی‌تره، ولی خب حداقل پای آیفون 13 آپدیت میشه و هم خب فیس آیدی داره، دو تا دوربین داره، هزار تا داستان دیگه. ولی توی اون بازه 400 دلار که خیلی از گوشی‌های اندرویدی دارن میتازونن، مثل شیائومی، مثل سامسونگ، آیفون هیچ گزینه‌ای نداره، یعنی اپل هیچ گزینه‌ای نداشت. واسه همین این گوشی رو، یعنی آیفون SE 2020 یا آیفون SE نسل 3 رو بیشتر برای اپراتورهای آمریکا معرفی کرد. چرا؟ چون تو آمریکا اپراتورها حرف اولو میزنن. یعنی مثلا شما وارد یه دونه فروشگاه مثلا AT&T یا ورایزن میشی، میگم گوشی 5G میخوام تا اینقدر، و اپل هیچ گزینه‌ای نداشت اونجا. آیفون 12 هم خیلی قیمتش بیشتر از اینه. واسه همین این آیفون SE نسل 3 رو معرفی کرد که بشه قدرتمندترین گوشی 5G توی رده 400 دلار. یعنی هیچ گوشی اندرویدی رو دست این از نظر سخت افزار وجود نداره، ولی سخت افزارش
از نظر ظاهری یعنی قیافش به شدت قدیمیه. یعنی اوکی با خودتون میگین این 5 سال آپدیت میگیره، ولی تصور کنید سال 2027 و شما آیفون SE نسل 3 دارید که قیافش مال سال 2014ه. 2014 تا 2027 13 ساله، یعنی گوشی شما 13 سال، یعنی با گوشی 13 سال هیچ فرق نمیکنه. سخت افزارش هم مال 5 سال پیشه. یعنی الان مثلا یه سونی اریکسون K750 دست دقیقاً انگار سونی اریکسون K750 مثلا با اسناپ درگون 8 نسل 1 داشته باشی مثلا همون جوری. این از این نظر بده، واقعا عجیب غریبه. واسه همین خیلی ها میگن که اپل فقط برای یکی دو سال همین فعلی آینده این گوشی رو معرفی کرده، و با توجه به چیزایی که از این آقای مینگچیکو میدونیم، ما این لیکر معروف اپل هست، لیکر منظور کسیه که افشا میکنه البته بعد آره لو میده، میگه که قرار آیفون 13 مینی کنسل بشه سال آینده و 4 تا آیفون داشته باشیم که 2 تا 6 و 1 دهم اینچی ان، 2 تا 6 و 7 دهم اینچی، یعنی یه پرو مکس داریم، یه پرو داریم، یه معمولی داریم، یه مکس داریم. آیفون پلاس هم نه، آیفون مثلا 14 مکس که آیفون 14 که فقط ابعادش بزرگتر شده، 13 این مینی این وسط تخته میشه. سال بعدش یعنی 2023-2024 آیفون SE جدید در کالبد نوآورانه آیفون مینی یهو حلول میکنه و همه کف و خون قاطی میکنن و عجب گوشی کوچیک و قدرتمند و جمع و جور و خفنی. این یعنی کارهای شیطنتهای بازاریابی اپله. یعنی این حداقل به عنوان منی که این همه اپل دنبال میکنم و نظر شما یه اپل فن بی منطقه هم، این واضحه واسه من که اپل قراره همچین کاری رو انجام بده. پس آیفون SE به این دوتا دلیل معرفی شده. یعنی بفرم باریکلا اصلا آیفون جدید که معرفی میشه والپیپرهای جدید هم باش معرفی میشن و خب طبیعتاً والپیپر جدید هم اضافه شده به این، و خب حالا از شوخی به کنار تغییرات سخت افزاری هم داشته، مثلا دوربینش سنسورش بهتر شده، تقریبا همون سنسور آیفون 13 دوربین اصلیش، حالا 13 اونها 12، یعنی از این جهت پیشرفت کرده. خب چیپستش بهتر شده ولی نمایشگرش همون 4.7 اینچی LCD مزخرفیه که هست، حاشیه‌هاش هم اندازه یه دونه بربری بالا پایین چپ راست، کلا مزخرفه دیگه. یعنی از نظر ظاهری شما نباید این گوشی رو بخری. چرا نباید؟ یه دلیل دیگه مهمتر این گوشی رو بخری به خاطر 5G. الان شما آیفون 12، آیفون 13، اصلا S22 اولترا، S21 اولترا، هر گوشی سامسونگ و اپلی بخری توی مملکت 5G کار نمیکنه. چرا؟ چون تحریمیم. اگه یادتون باشه آیفون های 4G که وارد ایران شدن هم اوایلش فقط 3G میدادن، یعنی 3G میگرفتن، بعدش اپل یه بروزرسانی انجام داد، یعنی همراه اول ایرانسل یه صحبت هایی با اپل کردن اون دوران که تحریم محریم نبودیم، 4G رو فعال کردن تو ایران، ولی خب 5G هنوز حالا فعال نمیشه و من شخصا پرسیدم از این اپراتورها و گفتن به خاطر تحریم نمیتونیم این کارو انجام بدیم. خبرش هم تو سایتمون هست، میتونید برید بخونید. پس اگر به خاطر 5G میخواید برید آیفون SE 2022 بخرید، نخرید. اگر به خاطر آپدیت طولانی مدت میخواید برید آیفون SE 2022 بخرید، نخرید، چون 2027 که برسه و شما iOS مثلا 20 تو جیبت باشه تو گوشید، قیافه گوشید مال iOS مثلا 8 9 دیگه، حالا خود دارید دیگه. این بود از دلایلی که اصلا چرا آیفون SE 2022 معرفی شده. حالا گوشی خوبیه، گوشی بدیه، باتری چجوریه، اینا قطعا برای بررسی میاد تو دیجیاتو و بررسیش میکنیم، ولی قبلش خواستم یه دلیلی از اینکه چرایی وجود همچین گوشی که خیلی هم حجمه بهش وارد بود واسهتون بگم. من خودم یکی از منتقدین سرسختم، ولی الان میگین گفتی ولی خب اپل طبیعتاً یه بازاریابیایی داره میکنه که خب دیگه میدونیم بلد کارشو تو این زمینه دیگه. بله میگم، الان گفتم ولی چرخ برای مکبوکش میفروشه، برای مک پروش حلقه 100 دلار. خیلی مسخره است، 400 دلار شما پول 4 تا چرخ خواهد بدی. یا مثلا استند مانیتور میفروشه 1000 دلار، پوشش نانو میفروشه. اینه، این اپله، این بازاریابی اپله، همه ماشاءالله میرن میخرن. من خدا رو شکر اونقدر دیگه طرفدار اپل نیستم برم چرخ واسه مک پرو بخرم. نه به والله نمیخریدم، به قرآن نمیخریدم. با من همین مکبوک پرو اینوانم که دارم انقدر دوستش میدارم واقعا، ارزون درست حسابی قدرتمند، به همه پیشنهاد میکنم. ویدیو هفته قبل هم همه تون دیدین، دو هفته قبل که گفتم مکبوک پرو برید بخرید، ایر بخرید، به خدا ایناش خوبه ولی اون یکیاش مسخره است. حالا
این از این، این آیفون اسی 2023 بود. امیدوارم که اگه می‌خواستیم بخ 2022 سه نسل 3 2022 اگه می‌خواستیم بخرین متقاعد می‌کردم بچم که نخرین و به جاش برید راهنمای خرید ارزان‌ترین راه ورود به اکوسیستم اپل رو ببینید که لینکش رو می‌ذارم این بالا، اون گزینه‌های بهتری داره اون تو و پولتون رو جای دیگه خرج بکنید. دمتون گرم استاد. سوال شما. استاد من یه ایده ای دارم. بفرم. میگم که آیفون اس ای نسل 2 هایی که بچه‌ها دارن رو بیارن، من یه چیپس توش بذارم 5G شه. ارزان‌تر. بسیار عالی. لینک قطعات استاد و برادران رو میذارم این بالا. برید از اونجا تعویض قطعات آیفون کاملا اورج آک مستقیم از شنجن چین اومده با نظارت استاد. مواظب خودتون باشین، لایک ویدیو، سابسکرایب کانال تی دی جی آتا هم یادتون نره. 20000 تا شدیم. دمتون گرم که همراه ما بودید و مرسی از شما 20000 نفر که ما رو فالو کردین و سابسکرایب کردین و دوستمون دارین و ما هم دوستتون داریم و واسهتون محتوا درست می‌کنیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی.